رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خسته نباشید. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم. من خواهش کنم یه ذره نزدیک گوشی باشید چون صداتون رو خیلی روشن و شفاف ندارم. بفرمایید. چشم آقای دکتر. عالی شد، ممنون. بفرمایید. آقای دکتر، من یه سوال خیلی کلی در مورد خودم دارم. وقتی که دوستان به شما تماس میگیرن و راجع به گذشتهشون برای شما صحبت میکنن، خیلی برای من جالبه که من هر چقدر کند و کاو میکنم توی گذشته خودم، هیچ یادم نمیاد. نه از بچگی، نه از نوجوانی، نه از دوره دانشگاه، نه حتی زمانی که شما راجع به بزرگ کردن بچه‌هاتون صحبت میکنید. برای من خیلی جالبه، چون که منم واقعا لذت بردم از بزرگ کردن بچه هم و الانم خدا رو شکر هر دوشون خیلی بچه های خوب، سالم، موفق. ولی خب این نشون دهنده اینه که حتما من ایام خیلی خوب و خوشی داشتم، به قول شما داشتم. ولی خیلی برای من عجیبه دکتر. من اگر که البته من خیلی خوشبخت بودم، خیلی خوششانس بودم و شما را نزدیک ملاقات کردم توی کروزی که به شام رفتیم. من اگر خاطرتون باشه ازتون خواهش کردم که میشه که اینجا هیپنوتیزم انجام بدید و شما فرمودید که نه، اینجا به دلیل حرکت کشتی امکان نداره. خواستم که بپرسم آیا هیپنوتیزم اصلا کمک میکنه به این قضیه؟ آیا که اصلا علتش چی هست که من مثلا از به فرض مدرسه رفتنم یک دونه مثلا لحظه بسیار کوتاه از نشستن صبح خوردن مثلا اون رو یادم میاد، یا از دوره دبیرستان، دوره مثلا من دبیر بودم 13 سال در ایران و خیلی خاطرات بریده بریده کوتاه کوتاه، روزای بسیار خوبی با مادرم داشتم، هیچی اصلا خیلی خاطرات بسیار کوتاه یادم میاد و هر چقدر که من فکر میکنم، یعنی اگه یه چیزی اتفاق بیفته ممکنه یه لحظه یه چیزی مثل شبح مثل سایه از ذهنم رد بشه، ولی امکان این که بخوام دیتیل و جزئیاتش رو به خاطر بیارم امکان نداره. هیچی یادم نمیاد از این دوره های دوره خوبی هم داشتم، دوره بدی هم نداشتم، دوره کودکی و نوجوانی، یعنی بخوام فکر بکنم که سخت گذشته به خاطر همین مغزم بلاکش کرده. اپره صداتون باز رفت ها، یعنی منانم باز دارم از تلفن من فاصله گیرم. میخوام ببینید سرگا خانم، آخه شنیدم شما رو. ببینید، اولا یک، وقتی دوستانی میان روی خط تعریف میکنن شما اونو میشنوید، درست مثل این که شما آلبوم عکس یک کسی رو ورق بزن، یه دفعه میگید این پدرته، این مادرته، اینم خواهر برادرته، اونا از تو بزرگتر برن، تو شما این همه اطلاع دارید. علتش این است که وقتی اونا میان اینا رو مطرح میکنن و به نظر شما میاد چقدر اینا میدونند یا یادشونه یا به خاطر سپردن، یعنی اون نگاه شما که افراد درباره گذشته توضیح میدن، اونا مجبورن توضیح بدن عزیز. اصلا برخی از اوقات در زمانی که اون حادثه اتفاق افتاده، حادثه اصلا این نبود، اصلا حس و احساس و باورشون اونی که الان دارن میگن نبود و الان دارن اون داستان رو تغییر میدن و بیان میکنن. یعنی میخوام به شما بگم این که شما تصور میکنید ادهی میرن فرض کنید در یه صندوقچه رو باز میکنن چیزایی که در 3 سالگی یا 13 سالگی شما دارن نگاه میکنن به شما میگن، اصلا چنین نیست. اونا دارن در حقیقت برداشت خودشون رو بیان میکنن و به همچه هست که بسیار از قدمت تو کار تراپی متوجه شدم که کاملا یا اصلا موضوع رو ندیدند، حس نکردند یا عکسش رو داشتند. برای این مورد اول. دوم، بسیاری از آدم ها هستند که اصولا فرض کنید در دوران کودکی هر زمانی که شب می شده مدتی با خاطرات می موندن و در حقیقت خاطرات رو پررنگ می کردن و به خاطر اینکه در شب به خاطر می آوردن تو رویاهاشون هم می آمده و بنابراین مثل من و شمایی که یه چیزی رو می نویسیم با یه مدادی که خیلی فشار بهش نمیدیم، شاید بعد از این مدت خیلی خوانا نباشه، اونا دو سه دفعه روش رفتن و آمدن و برخی از اوقات این داستانها رو 350 بار تعریف کردن و هر دفعه هم که تغییر تعریف کردن تغییرش دادن برای که مطالعات اینو نشون میده
که مثلا فردی رفته پرو روانشناس داستان رابطش رو با دوستش یا مادرش یا پدرش توصیف کرده و تا حتی اونایی که دوربین هست و ضبط کردن، 5 سال بعد در یه جای دیگه همونو گفته، اصلا شباهتی به قبلی نداشته. یعنی میخوام به شما بگم این اون چیزی نیست که عیب و ایراد شما باشه. و بسیار اینجا من خودم آدم تخیلی نبودم و اینه که بارها عرض کردم بچه های من برخی از اوقات درباره یه اتفاقی توضیح میدن یا عزیزان من، من مطلقا یادم نیست، یه عالمه حرف میزنن. علتش هست که ثبت نمی کنم عزیز، یعنی من گذشته رو ثبت نمی کنم، مسائل مهم رو اصلا ثبت نمی کنم. به همجاست که من بارها شده یه سریال یا فیلمی رو برای بار سوم دیدم، چون و مدتی طول کشته تا یه حادثه‌ای در اونجا منو به اینجا رسونه، اینو من مثل که دیدم. به همین سادگی. اینی که نشانه این است که آیا شما یه حادثه‌ای رو بعداً زیر ذره‌بین میذارید، زیر میکروسکوپ میذارید، بزرگش میکنید، تکرارش میکنید، یادآور میشید، بله اگر نه نه. ولی این که شما فکر کنید دیگران به گونه‌ای هستند که شما نیستید، من یه همچین نگاه و نظری رو نداشتم. و خیلی از اوقات آدم ها در یه شرایطی وقتی سرنخا رو بگیرن که بهش تداعی مانی میگن پیدا میکنن و از اون طریق مثل یه نخی که شما میکشید بعد از این مدتی تهش چیزی در میاد که شما به دنبالش بودید، اونا پیدا میشه. خیلی ها این کار اصلا تو زندگیشون کردن. آدم هایی هستن که اصلا فرض کنید میگیرن میشینن و میگن بذار مثلا میگن معلم کلاس سومم چجوری بود و راجعش فکر میکنن و تازه یه مقدار از خیالاتی که اصلا واقعیت نداره به اون اضافه میکنن. برای الان میتونن 15 دقیقه راجع به معلم کلاس سوم صحبت کنن در حالی که اصلا 3 دقیقه هم یادشون نبود و چون 2-3 دفعه تکرار کردن اومده. بعدم شما میدونید بسیاری از ما وقتی یه داستانی رو تعریف میکنیم در حقیقت با تعریفش نمیایم داستان رو تعریف کنیم، بار دیگه‌ای که به اون فکر میکنیم به تخیل و تصوری که در بار قبلی در بیانش داشتیم مراجعه میکنیم و به همین جهت که مختلف و متفاوت. اینی که شما من میگید من اونقدر چیزی از گذشته به خاطرم نمیاد، منم مثل شما هستم، حتی خیلی هم مطمئنم شدیدتر، برای که من اصلا برخی از اوقات دوستان فکر کنن نباید اینجوری باشه، ولی خب چون مطمئنم حقیقت رو میگن متوجه میشن که واقعا چنینه. مهم اینه که من و شما میخوایم چقدر در گذشته بمونیم، چقدر گذشته رو تکرار میکنیم، چقدر اون رو پررنگ میکنیم، چقدر اون رو یادداشت میکنیم مثل هر مطلب دیگری. و شما یه همچین ذهنی ندارید، ولی اگر شما رو ما توی هیپنوتیزم بگذاریم از اونجایی که همه اینا ضبط شده است همه با خاطرتون بود، یعنی الان من به شما بگم معلم کلاس سومتون رو چی چیزایی راجبش میتونید بگید، ممکنه من بفرمایید حد اکثر اطلاعاتی که دارید یا چیزایی که مربوط 2 دقیقه است، ولی من اگر شما توی هیپنوتیزم بدم شما 2 ساعت راجبش حرف میزنید، اگر مخصوصا در تمام دوره کلاس سوم معلم شما، یعنی حوادث و اتفاقات و اینا اونجا همه ضبط عزیز. فقط مسئله این است که در دسترس نیست. اصلا ماجرای ضمیر آگاه و ناآگاه از همینجا میاد. الان من به شما بگم امروز صبح صبحونه چی خوردید یادتونه، ولی بگم 17 سال قبل همچین روزی صبحونه چی خوردید مطلقا برای شما معنایی نداره، ولی همه ثبته. اگر فرض کنید امروز روز تولد خود شما یا فرض کنید فرزندتون یا همسرتون باشه، ای بسا برگردید بگید 17 سال قبل ما اون موقع تازه وارد مثلا اروپا شده بودیم، روز تولد تو بلسان یادم آن تو اون هتل بودیم یادته اون. خب چرا؟ برای که یه روز مشخصیه، ولی امکان نداره اگر روز مشخصی نباشه هیچ کس یادش باشه 15 سال یا 17 سال قبل یه همچه روزی صبحونه چی خورد. ولی اگر یه روزی باشه که مثلا همراه با یه اتفاقی چه مثبت و چه منفی به خاطر اون میمونه، ولی بی خودی اصلا یه توهم و تصوری نداشته باشید که دیگران یه چیزی هستن من نیستم. آدم ها از این بابت ها متفاوتن، ما آدم هایی میشناسم که میتونن داستان ها رو تعریف کنن، بعد تازه یه سری اطلاعات کم دارن. اصلا چرا یاد نویسن دارن؟ چرا یه آدمی از یه ایدهی که ای بسا 5 دقیقه است کتاب 500 صفحه ای مینویسه؟ برای که میتونه اونو شاخ و برگش بده، پروبالش بده، تبدیل به چیز دیگرش بکنه. ولی از اونجا که مسئله اصلی و اساسی یک واقعیتی است و بسرا here and now اینجا و همکنونه، از اونجایی که رفتن سراغ گذشته حتی وقتی هم که خوبه اونقدر فایده ای نداره چرا وقتی که بده، بنابراین ما از این که
گذشته رو خاک کردیم و فراموش کردیم و به خاطر نمیاریم و مانند دیگران ازش با خبر نیستیم، نباید احساس بدی بکنیم. و فقط همیشه بارها عرض کردم تو کار روان درمانی و تراپی برخی از اوقات برای رسیدن به علل و عوامل و چرایی ها میتونه کمک بکنه، ولی اونم بسیار از اوقات این نباشه فرقی نمیکنه و اهمیتی نداره. ممنون علیستتون. ولی آقای دکتر یه نکته کردن شما فرمودین، باید بلندتر صحبت کنید تا باز شما نمیدونم چرا ببخشید، یه نکته کردن شما فرمودین در مورد اینکه بعضی از اتفاقات خیلی خوب رو یا بد رو ممکنه که آدم هایلایت بکنه. من حتی در مورد به دنیا آوردن بچه هامم یه چیزای خیلی مثلا کوتاه یادم، یعنی باید مثلا فیلم تولدشون رو ببینم، اون روزا رو ببینم که یه چیزا یادم بیاد. یا در مورد دخترم برای اولین زایمانم نه بیشتر یادم میاد، ولی پسرم که تقریبا میتونم بهتون بگم هیچ یادم نمیاد، فقط رحظه بهش اومدنم رو یادم میاد. و یه سری چیزای خیلی کوتاه در مورد اینکه آمدیم خونه مثلا چه اتفاقی افتاد در همین حد یک ثانیه دو ثانیه. و دو این که سوال دومم این هست، شما فرمودید که با هیپنوتیزم من اینا رو به یاد میارم، وقتی از هیپنوتیزم برمیگردم یادمه یا همه یادتون؟ نه نه نه، شما اولا در هیپنوتیزم اولا میدونید هیپنوتیزمی و دارید به موضوع فکر میکنید، وقتی هم که اومد به صحنه آگاه در صحنه آگاه ذهنتون میمونه. یعنی اگر شما من بفرمایید که من اصلا هیچ چیزی یادم نمیاد از سفری که به اصفهان کردم، اصلا کدوم هتل بودیم چه بود، مثلا در سن 14 سالگی مثال عرض میکنم، من اگر شما رو اونجا ببرم یادتون بیاد، بعدا از اون به بعد براتون تمام اون خاطرات حتی مقدار دور و برش هم آشکار میشه، مثل یه به هر حال یه نگاه مجدده. ببینید عزیز، به دو چیز توجه کنید. من دارم می نویسم، ولی اگر از کاغذ فاصله بگیرم چیزی نوشته نمیشه روی کاغذ. برای این بسیاری از وقت ما اون انرژی روانی رو به یه موضوع نمیدیم، برای این اصلا ثبت نمیشه. وقتی هم که نگاه کنیم به کاغذ سفیده یا یه چیزایی اومده ولی نمیشه جمله ها رو فهمید، برای که دو تا نقطه اینجا اومده، یه مثل یه دال اینجاست ولی بقیهش نیست. اما یه عده عادت دارن که در این گونه موارد با دقت می نویسن و تازه دو دفعه سه دفعه روش میرن و اینو برجسته میکنن. عزیز، این ذهنیت ها از این بابت ها متفاوت هست. به همجاست که من فرض کنید که حوادث دور و برم جز در موارد ضروری و یا مهم اصلا در خاطر نگه نمیدارم. و بعدم مسئله حافظه است. نمیخوام بگم در مورد شما، اصولا یه عده حافظه بهتری دارن. حافظه یکی از اجزای چندگانه هوشه که برخی یه بسیار فراخنای روانی بیشتری دارند، یعنی ظرفیتشون بیشتره و یا اون تاریکخانه وجودشون روشنتره، برای برخی از ما نه، میفته اونجا و گم میشه. تازه خیلی از اوقات ما تجربیاتمون رو قراره تو بایگانی بذاریم، ولی توی بایگانی عوضی میگذاریم. یعنی مثلا فرض کنید شما تولد فرزند دومتون رو توی بایگانی تولد پسرم نگذاشتید، که الان که میریم بریم سراغش، شما گذاشتید بیمارستان یا دعوایی که بین پدرم و شوهرم بود اونجا آمده، و چون نمیریم اونجا که موضوع رو در بیاریم تولد نیست. خیلی ها ذهنی دارن که از این بابت بسیار مرتب و منظمه و عنوان ها درسته، عزیز خیلی از اوقات نیست. برخی از اوقات ما عنوان ها رو درست نمیذاریم، بنابراین وقتی دنبالش کردن پیدا نمیکنه. درست مثل که مثلا فرض کنید شما رسیده یه پولی رو اگر بگذارید توی اون قسمت رسیدا پیدا میشه، ولی اگر گفتید نه این رو بذار پنهان کنم شاید بخوام بعدم برم پس بدم، خب تو کیف شماست، تو جای رسیدا نیست، هرچی برید اونجا دنبالش پیدا نمیکنید و یادتون هم نیست که اینو در کیفتون نگه داشتید. ولی بیخودی فکر نکنید، دلیل چیزیه، برحال این شمایید و همین گونه که هستید. بفرمایید. آقای دکتر، این مقدمه بر من نگرانم کرد که نکنه مثلا من در آینده آلزایمر بگیرم، به خاطر همین ترسیدم، گفتم نکنه که این که من این نه خیر، بنابراین اگر قرار باشه بگم اول من میگیرم بعد میدمش به شما. نه بخوری خودتون نگرانه چیزا، برحال واضح به خود تو باشی نگرانی این مسئله یه دونه دیگه آقای دکتر. خب آقای بفرمایید.
به یادگیری داره این که فرمودید حافظه، این خب بله به یادگیری. بله آره، خب به حال یه درستن که چیزا راحتتر و بیشتر و بهتر یادشون مونه. من مثلا فرض کنید من یادگیری چشمی دارم، من اگر یه کتابی رو بخونم و برام یه مطلبی توش جالب باشه، اولا میدونم حدود اوایل کتاب بود یا اواسطش یا اواخرش، بعد سمت راست بود یا چپ، بالا بود یا پایین. خب به همین جاست که خیلی از اوقات اگر یه چیزی رو بنویسم 5 برابر بیشتر یادم میمونه تا در ذهن نگه داشته باشم. بنابراین اگر من تصمیم دارم 3 تا کار انجام بدم، اگر بنویسم 1، 2، 3 بعدم بذارمش کنار، بعد هر 3 تاش یادمه. اونو نوشتم که یادم بمونه ولی تو ذهنم هست، ولی اگر اون کارو نکنم فراموش کنم. از این بابت ها بسیار متفاوتیم عزیز. یه دمون حافظه چشمیمون خوبه، یه حافظه گوشیمون خوبه، یه ده حافظه هیچیمون خوب نیست. بنابراین بپذیرید همینی که هستید. بی خودم نگران بیماری و اینا نباشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. قربونتون برم الهی، مرسی. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. سلام آقای دکتر، من از فرانسه تماس میگیرم و منم برای مشکلی که الان در رابطم پیش اومده در واقع تماس گرفتم. پس بذار من ازتون به اطلاعاتی درباره خودتون، شما چند سالتونه، بذارید اینجوری با هم صحبت کنید. بله من 28 سالمه و پارتنرم 31 سالشونه. چرا لغت پارتنر به کار بدید؟ ازدواج کردید یا نکردید؟ ما نزدیک 3 سال با هم زندگی میکنیم، یعنی همه هم میدونم ولی یعنی عروسی نه نگید. میشه من بفهم چه مدتی قبل از اون با ایشون آشنا بودی؟ حدود 1 سال. برای 1 سال شما با هم آشنا بودید، بعد 3 سال با هم زندگی کردید. ایشون ایرانی هستند یا غیر ایرانی؟ بله. اوکی. به من بگید هر دو چه مدتی است که در فرانسه هستید؟ بله بنده از سن کم اومدم، 6 سالم بود ولی ایشون نزدیک حدود 18 سالش بود که اومد فرانسه. اوکی. هر دو چی خوندی، چه میکنید؟ بله من 2 تا لیسانس دارم، فلسفه و علوم سیاسی و فوق لیسانس علوم سیاسی گرفتم. ایشون یعنی در واقع گفتم ایرانی، یعنی افغان ولی تو ایران زندگی کردن، بعد با خانواده اومدن این بر و کالج خوندن و پرستارن در یه هلت کیر سنتر. خب شما با رشته هایی که خوندی در فرانسه، البته سالاست اونجا هستید، مشکل زبان و فرهنگ و اینا رو ندارید، میشه من بگید که باش چه میکنید؟ یعنی با این دوتا مدرکی که داری؟ بله من شغل خوبی دارم، پالیسی ادوایسر هستم، گورنمنت افیرز. بسیار عالی. بله و ایشون در یه هلت کیر سنتر کار میکنه. حالا میشه من بگید که چه تفاوتی براتون داره که با هم زندگی کنید یا ازدواج کنید، یا چرا تصمیم گرفتید با هم زندگی کنید بعد ازدواج کنید؟ ماجرا رو در اروپا و به ویژه فرانسه میدونم، ولی خواستم ببینم دلایل خود شما دو نفر چه هست. راستش دلیل خاص نه، اولا که این 2 سال اخیر که کرونا پیش اومد، یعنی به این فکر کردیم که جشنی یا چیزی بگیریم، ولی برای من این موضوع هیچ وقت هم خیلی اهمیت آنچنانی نداشته، چون اینجا طبیعیه که خیلی با هم زندگی میکنن و سال ازدواج نمیکنن. درسته. خب حالا برای چی لطفی تلفن کردید؟ دلیل تلفنتون چیه؟ بله راستیتش موقعی که ما آشنا شدیم، یعنی ایشون همیشه از اون چیزی که یعنی من در جستجوش بودم در رابطه کاملا متفاوت بود. من خیلی همیشه علاقه به ادبیات و فلسفه و این دوست داشتم و ایشون کاملا یعنی قطب متفاوت من بود و اوایل رابطه کلا مطمئن نبودم از این قضیه که خب آیا مثلا به سامان میرسه، چون اینقدر تفاوت زیاده، و به مرور زمان خب دیدم که خیلی از نکات مثبت دارن و اینجوری شد که اجرای احساسات ما رشد کرد و به مرور زمان زیاد شد و رابطه هم رشد کرد. ولی الان بعد نزدیک 4 سال یعنی یه حسایی در من به وجود اومده که از یه طرف هم زندگی خیلی خوبی کنار هم داریم، یعنی اگه استانداردهای جامعه بخوایم نگاه کنیم شاید چیزی باشه که خیلی آرزوهاشون باشه، ولی از یه طرف دیگه من یک کمبودی، یه خلایی احساس میکنم
و این موضوع حدود چند ماه پیش خیلی بزرگ شد در من. بعد چند سال با یکی از دوستام که چند سال پیش باش حرف می‌زدم شروع به صحبت کردیم و دقیقا اون خلأهایی که من داشتم که اون طرف مقابلم احساس میکردم که اونا رو میتونه برطرف کنه در اون دوست، نه به عنوان رومانتیک ولی بیشتر به عنوان همین از لحاظ فکری. حالا به اونا میرسیم، اون اتفاق موضوع مهم. بریز از شما دو سه تا سوال دارم. اولا فارسی شما خیلی خوبه با وجودی که از 6 سالگی آمدید و 22 ساله. آیا به ایران هم رفت و آمدی داشتید یا واقعا تو این زمینه به خاطر علاقتون به مسائل اجتماعی و ادبی و اینا تو اون زمینه کار کردی؟ به خاطر علایقم همیشه ادبیات میخوندم و از بچگی یعنی حتی فارسی خوندن و یعنی چیز نکردم، ول نکردم. تعطیلات بوده رفتم اومدم ولی همیشه سعی میکردم که فارسیمو خوب نگه دارم چون میدونستم در آینده به دردم میخورم، مخصوصا به خاطر رشته‌ای که خوندم. حتما به من بگید که چند تا خواهر برادر دارید هر دوی شما و چندمی هستید؟ بله، من بچه بزرگم، یک برادر کوچیک دارم، از خودم 8 سال کوچیکتره. ایشون 2 تا خواهر کوچیکتر دارن که یکیشون 25 و یکی 20 سالشه. اوکی. به من بگید که آیا خانواده شما با این رابطه و حالا هر چه اسمشو میذارید هم خانه بودن موافقن؟ بله، مشکلی نداشتن از اول. خب از اولش خب گفتن که از لحاظ تحصیلی مطمئنین که به هم میخورین، مشکلی در آینده پیش نمیاد، اون از اونجایی که شناختی هم داشتن خانوادم از علایق من، ولی خارج از این چیزی هم مشکلی نبودن. اگر شما الان درآمدتون 1000 یورو هست، درآمد ایشون چقدره؟ درآمدمو خیلی فرق نمیکنه، نسبتا مثل همه. نوع شغل و کاریشون، البته من نمیدونم چه هست، خیلی برای شما موضوع و مسئله نیست هر چه هست؟ نه. اوکی. آیا خانواده ایشون هم در فرانسه هستن؟ بله. اوکی. خب حالا شما احساستون این بود که وقتی که با دوست آقایی صحبت کردید احساس یه خلأ یا کمبودایی کردید که فکر کردی در دیگران یا در ایشون هست که در همسرتون نیست، یکی دو تا مورد برجستش چیه اگر تونستید اون رو تشخیص بدی؟ یکی از مشکلای اصلی کامیونیکیشنه، یعنی ارتباط برقرار کردن. برای من چیزای خیلی کوچیک روزانه که مثلا من آدم اینتروورتی نیستم، در واقع اکستروورت هم هستم تا حدی، ولی لذتایی هم هست که در اینتروورت بودن میبینم. مثلا وقتی که آدم خونه است میشینه سر میز راجب روزش صحبت میکنه سر شام، و یا بتونه مثلا راجب مسائل اجتماعی و یا سیاسی خیلی کوچیکی که همینجوری میان و رد میشن بتونه با هم راجب صحبت کنه. اینو هم ایموشنال اینتلیجنس ولی هم یه اینتلیجنس کلی اجتماعی، و احساس میکنم اینا هی داره بودتر میشه، یعنی این فاصله بین من و ایشون. خب آخه شما میدونید با توجه به نوع رشتتون علاوه بر ماجرای مطالعه و کاری که میکنید اصولا در یه زمینه هستید که محیط اجتماعی به شما بیشتر و بیشتر میاموزه. یعنی فرض کنید به یک بار اتفاقی که در جهت لشکرکشی آقای پوتین هست به یک سرزمین آرام اروپایی، خب همه معادلات رو به هم میزنه و یه ذهنیتی رو دگرگون میکنه. آیا دوست یا حالا همسر شما آدمی نیست که تو این عرصه ها اونقدر نظری و یا حساسیت یا کنجکاوی داشته باشه؟ همون بحث کنجکاویت بیشتر، یعنی در این چند سال اخیر خب به خاطر اینکه میبینه من به این موضوع اهمیت میدم تلاش کرده که مثلا up to date باشه از لحاظ مثلا خبر و یا چیزای دیگه، ولی خب در اون حد نیستش که مثلا بتونه من از لحاظ ذهنی ارجاع کنم. خب میدونید من در این چارچوبی که برای خانواده قائلم، یکیش در حقیقت رابطه، یعنی اون ریلیشنشیپ که میان دو نفری که کامیونیکیشن ارتباطه، یعنی رابطه و ارتباطه، و شما یه حرفی میزنید که در تحلیل نهایی اصلا مفهوم رابطه از طریق ارتباط
تکلیفش روشن میشه. یعنی ما تا چه اندازه حرفی برای گفتن و شنیدن داریم و چه اندازه میتونیم به هم اضافه کنیم و یه میلی و یا اشتیاقی برای ادامه گفتگو و یا حتی پرسش در این باره از دیگران برای داشتن یک آگاهی برای گفتگوهای آینده داشته باشیم. خب اگر اینجا خب فاصله اونجا خودشو نشون میده، چون میدونید یکی از گرفتاری های دنیای امروز اینه که برخلاف گذشته که مردم شبیه هم بودن، مردم شبیه هم نیستن. برخلاف گذشته که آدم ها در 20 سالگی و 40 سالگی و 70 سالگی تغییر چندانی نمیکردن، امروز مردم کاملا دگرگون میشن. و خب با توجه به آنچه که از آغاز شما متفاوت بودید، احتمالا با گذشته زمان متفاوت تر میشید. یعنی دو تا ساقه ای که قبلا به نظر می آمد حالا یک کمی با هم تفاوت دارن، حالا که تبدیل به یه درختی شدن، اصلا دو تا درخت بسیار متفاوتن. و گفتید که کوششیشون به این جهت میکنه، ولی آیا به نظر شما یک این کوشش کافی است و دوم اون حس و احساس و علاقه و محبت و یا به هر حال دوستی و عشق یا هر چی هست و مثلا رابطه جنسی و اینها، اونا در مسیر درست خودش میره یا اونجا هم یه مقدار کمی و کاستی هایی هست، اونجا هم یه مقداری مشکل و مسئله دارید؟ در این 3 سال اخیر یعنی من این تفاوت ها رو میدیدم، ولی تا یه حدی نادیده میگرفتم، ولی این چند ماه اخیر خیلی این موضوع برای من بولد شده. بعد کوشش هایی که ایشون میکنن، یعنی باشون در میون گذاشتم و اینا، بیشتر لطفیه. یعنی اینطور هم نیستش که نخوان، ولی من احساس میکنم این توانایی حتی وجود نداره که بخوان اون در اون حدی که یعنی من بیان میکنم بخوان خودشون رو تغییر بدن. و حتی بارها هم شده که مثلا صحبت کردیم، من بهش میگم خب ما باید بتونیم با هم حرف بزنیم، بعد جوابشون اینه که خب ما که حرف میزنیم، ما که داریم تلاش میکنیم، در حالی که حتی برای من اصلا اون حرف زدن نیست، چون اصلا اون دپتی که من انتظار دارم، اون عمقی که من انتظار دارم از اون حرف اصلا بیرون نمیاد. و خب این خیلی برای من سخت کرده موضوع رو، به خاطر اینکه از این طرف برای به شخص ایشون خیلی ارزش قائلم، ولی تا یه حدی هم یعنی نمیتونم بگم که مثلا میل مثل اون اوائل نه، خیلی کم شده. نه اون که نه، متوجهم عزیز. ببینید اشکال کار رو این گونه موارد که وقتی برمیگرده به مسیر رشد، به ویژه در زمینه‌ای که یا به حرفه و کار آدم مرتبطه یا به زندگی مرتبطه یا به دلایل آدم بهش الحساس و علاقه‌منده، این فاصله ها با گذشت زمان هم بیشتر میشه هم خطرناکتر میشه. حالا پرسشی که از شما دارم اینه، دو تا چیز خوبی که همکنون در ایشون هست و شما رو به نوعی به اون نزدیک میکنه چیه؟ از یه طرف مهربونی ایشونه از لحاظ اخلاقی، و میلی که به زندگی داره. یعنی ایشون یه آدم خیلی شاد و سرزنده، تلاشگری در کاری که حرفه خودش، آدم تنبلی نیست. و اون وچه ای که حالا من اسمشو بذارم دارکنس، که من نسبتا بعضی اوقات میگم توی خودم، توی لاک خودم، ایشون اتفاقا توی این چند سال باعث شده که من اتفاقا تو اون موضوع پیشرفتی هم حتی بکنم، یعنی بتونم از اون فضای اگه بشه اسمش تاریک گذاشت بیام بیرون. از نظر رابطه جنسی رابطتون رو چگونه توصیف کنید؟ خوب، بد، متوسط؟ خوبه رابطه جنسی. و بریم سراغ ماجرای داشتن فرزند، اونجا نگاه و نظر هر دوتون چه هست؟ خب در این چند سال اخیر نظرمون یکی بوده، که یعنی بعد چند سال، یعنی موقعی که من 32-33 سال شدم فرزنددار شیم، ولی الان خب من خیلی روی این موضوع تردید دارم. چرا؟ یعنی به خاطر ایشونه یا اصولا نگاهتون درباره داشتن فرزند عوض شده؟ فکر کنم هر دو جنبه است. آخه شما چطور میتونید به من بگید که من در 28 سالگی دارم به اینجا میرسم که در 32 سالگی 4 سال دیگه
بچه دار از ایشون بشم یا نشم، در حالی که پرسش خیلی جدی تری و خیلی مهمتری وجود داره که میخوام با ایشون بمونم یا نه. و همین باعث تردید شده دیگه دقیقا. و ایشون از این ماجراها خبر داره؟ یعنی از این که در شما چه میگذره با خبره؟ بله بله 100%. حتی راجع به این موضوع صحبت کردیم، من حتی به حدی هم رسید که یعنی من واقعا میخواستم جداشم، ولی ایشون هی گفتن که نه یه شانسی بدیم به این موضوع، نذاریم این اتفاق بیفته. و الانم یعنی تو اون یعنی لیمبو هستیم دیگه، یعنی اینکه مطمئن نیستم. من بار هم بهش گفتم، گفتم که من نمیدونم چی قراره بشه، به خاطر اینکه ما همو دوست داریم، یعنی حالا به عنوان حالا دوست یا حالا هرچی، ولی یه چیزی یه کمبودی هست اینجا و هر چقدر هم که بخوایم موضوع رو نادیده بگیریم خود به خود از بین نمیره. ولی ایشون به این معتقدن که میگن نه، به مرور زمان باز میتونه درست شه. آیا شما هیچ برنامه‌ای و یا یه احتمالی برای اینکه ادامه تحصیل بدید که حالا چند روز مدرک با توجه به شغلی که دارید اهمیت داره، و یا میل شما با توجه به تمام توانایی‌هاتون فکر یه دوره بالاتری یا عنوان و مدرکی هم هستید، یا اینکه نه فکر می‌کنید آنچه که بعد از محیط آکادمیک و علمی بگیرید گرفتید، حالا دیگه مسئله مطالعه شخصی و تجربیاتی است که به خاطر شغلتون درش درگیرید؟ تا یه مدت پیش نمیخواستم، ولی این اواخر به این موضوع فکر کردم که اگه بعدا توی کارم یک رشدی ایجاد شه شاید از طریق کار بخوام پی اچ دی بخونم. ولی راستیتش خیلی آکادمیک نیستم، یعنی که 4 سال بعد ریسرچ کنم برای پی اچ دی زیاد یکم برام هم سخته، هم چون محیط کار رو خیلی دوست دارم، یعنی لذت میبرم از کاری که انجام میدم. خب متوجه هستم، ولی فرض کنید در زمینه علوم سیاسیتون ریسرچ و تحقیقتون هم در حقیقت در همون مسیر کنجکاوی و دانشتونه و این مقدار حال تخصصی تری به شما میده با توجه به جایگاهی که دارید. حالا فلسفه نه، ولی خب اون که یه جزئی از همون برنامه زندگیتون، مگر اینکه بگید نسبتاً سنگینه، وقت بسیار میبره و یه مقدار مطالعاتی داره یا انتظاراتی هست که اونا خیلی باش راحت نیستم یا با سلیقه من سازگار نیست، چون اون موضوع مهم چون آخه ببینید به یه جایی هم رسیدید که فکر کنید خب یه مقداری ما به اندازه کافی عقب عقب رفتیم، حالا پریدیم دیگه، حالا در این رو باز بخوام عقب عقب برم که باز بیشتر بپرم. ولی چون تو محیط کار تو میدین برخی از اوقات توی محیط های کار همینقدر که شما مثلا دکتراتون رو بگیرید یه مرتبه به صورت خودکار شما رو مجبورن در یه جایگاه دیگری بگذارن. یه زمانی هست که نه، مثلا فرض کنید من خاطرم هست در ایران مثلا اگر کسی میخواست مدیر کل بشه یا معاون وزیر بشه با حتما یه مدرک لیسانس میداشت و اینجا بود که عده‌ای که اصلا نداشتن را افتادن یه لیسانسی بگیرن، یعنی در حقیقت با داشتن اون در باز میشد. آیا یه چنین چیزی هم در مورد شغل و کار شما هست؟ برای که هنوز جوانی، تواناییاتون رو میبینم، اشتیاقتون رو میبینم و برخی از قادی همچین عنوانی کاملا جایگاه شما رو در زندگیتون و ارتباطاتتون عوض میکنه. اون یه مقداری مسئله است، هم شما رو درگیر میکنه هم فاصله شما رو با همسرتون بیشتر میکنه یا با دوستتون بیشتر میکنه. درست. نه این نیستش، به خاطر اینکه یعنی همین فوق لیسانس که من گرفتم از دانشگاه خیلی معتبری گرفتم که یعنی خودش خیلی یعنی برای کاری که من میکنم کافیه، ولی از به این موضوع فکر کردم که شاید اگه بعدن بعد چند سال سابقه کار به دست آوردن و اگه نیاز شد که مثلا ریسرچی انجام شه توی محیط کار که انجام بدم، ولی فعلا اولویت اصلیم چون من خیلی سفر و اینا هم دوست دارم اینه که کار کنم و بتونم سفر و اینا. من نمیدونم چرا احساس این بود که شاید شما گفتید که دو تا لیسانس دارن در حالی که الان یه اشاره به فوق لیسانس کردید، درسته؟ بله، دو تا لیسانس هم و یک فوق لیسانس. من یه سوال ازتون دارم قبل از اینکه شما به من بگید ده. که 5 سال دیگه، 10 سال دیگه کار، درآمد و شرایط
اقتصادی اجتماعی همسرتون رو یا دوستتون رو کجا میبینید؟ ایشون امکان پیشرفت دارن توی کارشون، ولی خب یکی از مشکلاتی که هستم اینه که من همیشه، یعنی این مثلا اخیر که خیلی فوکس کردم روی موضوع، یکم یه نوع حس مادری، یعنی من دست داده که من خیلی باید پوش کنم ایشون رو دیگه، یعنی خیلی از مسائل مثلا من باید بشینم باشون بگم که خب فلا این کارو کن، این کارو کنیم که مثلا به اینجا برسیم، و خب ایشون انجام میده، یعنی تو نیستش که یعنی اون راه و مسیر رو نرم، و خودشون هم علاقه به این دارن که بخوام پیشرفت کنن. خب آخه جایی داره؟ چون ببینید، اولا شما با توجه به فاصله، اگر اشتباه نکنم 7-8 ساله با برادرتون هستید، درسته؟ درسته. خب ببینید، شما اصولا اون رو یاد گرفتید که مادر باشید، چون شما مادریتون رو کردید. همینجا هم یه مقداری دلیل برای شاید ازدواج نکردنتون و بچه دار نشدنتون از نظر به حال روانی یا ناگاهتون هست. خب ایشون هم با وجود که ایشون هم فرزند اولن، درسته اگر اشتباه نکنه، ولی با وجود این پذیرفتند در حقیقت مادری شما رو، یا شما هر دو با این نقش هر دو خوشحال هستید. ولی ببینید از این برخی از اوقات شما در یه مثلا محیط نظامی هستید، چون شما سروانت میشه، سرگرد میشه، سرهنگ میشه، سرتی، این تکلیف روشنه. یه زمانی هست که من یک مؤسسه‌ای دارم و بیا میزان رشدش 5% 10% و بعدم من اونجا نقشی ندارم. فرض کنید من یه کاری دارم، یه مغازه‌ای دارم. خب من چه میکنم در اینجا؟ اینجا ممکنه حتی به دلیل درآمد یا سودش به قول معروف یک دهنه مغازه رو دو دهنه کنم، ولی اون فقط یه جنبه فقط اقتصادی و مالی داره. من چون دقیقا نمیدونم ایشون چه میکنند، نمیخوام بدونم آیا یه زمینه‌ای بر این رشد هست یا اینکه نه، یه جایی به هر حال یه سقفی داره که خیلی زود با اون سقف و سیلینگ شما میرسید و بیش از اون حرکتی نیست. چون ببینید، شما یک آدمی هستید با توجه به فرزند اول، فاصله ای که دارید، زمینه تخیل و حتی رویایی که دارید، نوع رشته هایی که انتخاب کردید، همه اینا خودتون رو در یه افقی قرار دادید بسیار وسیع و گسترده. و خب شاید هم ایشون رو به عنوان ترمز خودتون استفاده بکنید، ولی شما گاز ایشون که ایشون رو هل بدید و بفرستید میتونید باشید و میشید. و ایشون جایی برای رفتن داره یا نه؟ نه، تا یه حدی یه تخفی هست در شغلی که ایشون انجام میده. اوکی، بسیار خوب. چون اون موضوع فوق العاده مهم است. حالا اگر بگم ازتون پرسشتون از من چیه با توجه به این حرفا یا مطلبی که خودتون مورد نظرتون بود، خوشحال میشم بشنوم. من راستش برام سوال، یعنی این موضوع همیشه قبل اینکه من وارد این رابطه بشم این بوده که من خیلی سخت بود برام که بخوام ارتباط برقرار کنم، یعنی روابط زیاد داشتم قبل این رابطه، دیتینگ و یا هرچی، ولی وقتی که وارد این رابطه شدم، یعنی واقعا یه نوع استبیلیتی و سیفتی به وجود اومد و الان خیلی با خودم، یعنی یه کلنجار عجیب میرم که میگم که یه همچین چیزهایی، تفاوتهایی آیا میارزه که آدم بخواد اون چیزی که داره رو ازش فاصله بگیره و به هم بزنه؟ بیشتر سوال اصلیم اینه. خب میدونید این سوال اولا با گذشت زمان در مسیر میزان رشد و تغییر هر دوی شما بیشتر خودشو نشون میده. چرا ازتون پرسیدم در خصوص 5 سال یا 10 سال آینده ایشون؟ چون آنچه که هست الان یه نسبتا تعادلی داره. علت چه؟ خیلی روشن عزیز، یعنی شما یه زمینه های خفیف هیجانی نمایشی رو نشون میده، یعنی هیستریانیک رو، خیلی کم با توجه به فاصلتون با برادرتون و فرزند تک بودن و اینکه از 6 سالگی وارد این جامعه شدید و محیط شدید و اینا هست. خب ایشون اگر یه زمینه ای برای نسبتاً واقعی بودن یا یه کمی وسواسی بودن داشته باشن، میشه فهمید در حقیقت ایشون برای شما ترمزی بودن که خودتون از سرعتتون یه مقداری وحشت داشتید، یه کسی اومده پا رو گذاشته روی ترمز شما و شما رو کم کرده. یعنی همون مثالی که همیشه میزنم، شما مثل یه رودخانه روان بودید
و ایشون مثل یه تخت سنگ، شما بهش خوردید یه احساس آرامشی میکنید، اونقدر قرار نیست حرکت کنید، ایشون هم یه تغییری پیدا کرد. چقدر در ایشون زمینه حالا استراب یا استرس یا وسواس هست؟ نه به هیچ وجه نیست این موضوع، خب احساس اگر... نمی کنم که ترمز بوده اتفاقا، ولی بیشتر از این برمیگرده که من از سن خیلی کمی یعنی جدا شدم، حتی برای دوره لیسانس هم یه مدت رفتم ایتالیا زندگی کردم، اونجا درس خوندم و برگشتم و یعنی از سن خیلی کمی ایندیپندنت شدم و برای اینکه یعنی این چند سالی که من تنها بودم یعنی خیلی دوست داشتم که وارد بتونم این رابطه خوب و سالمی بشم و خب وقتی ایشون اومد توی زندگی من این برای من خب خیلی قشنگ بود. متوجه هستم، ولی آخه ببینید چون مدت زیادی نبوده که فرانسه باشه، اون تسلط رو در حد شما آیا 18 سالشون اونجا بودن یا 13 سال؟ نه 18 سالشون بوده که اومدن. اومدن 13 سالیه. و بعد چی خوندن؟ رشته تحصیلی خودشون دانشگاه چی بوده؟ ایشون دانشگاه نه، فنج کالج بوده در عدم و پرستاری، هلت کیر اسیستنت. آیا به عنوان پرستارند یا کمک پرستارند؟ در یه چیزی کار میکنن، یه هلت کیر سنتری کار میکنن که بیمارستان هم نیست، یعنی بیشتر لیوینگ اسیستنس. اون وقت ساعت کارشون ثابته یا با شیفتاشون روز و شب عوض میشه؟ روز و شب عوض میشه. شما از کجا با هم آشنا شدید؟ ما رفته بودم با یکی از دوستام یه جایی درینک، ایشون هم با دوستاشون اونجا بودن و کم کم شروع کردیم حرف زدن و اونطوری آشنا شدیم که من در اون مقطع اول رابطه یعنی در اون یک ماه رابطه حتی من میخواستم به هم بزنم، یعنی اینکه نمیخواستم ادامه بدم چون احساس میکردم این فرقها و تفاوتها خیلی زیاده، ولی ایشون خیلی مشتاق به ادامه بودن و اینکه یعنی هنوز گیو اپ نکنیم. متوجه هستم. ایشون تا سن 18 سالگی کجاها زندگی میکردن دقیقا؟ ایشون خب چون در ایران زندگی کرده بودن تا چند سالی، اول که در افغانستان بودن چندین سال. نه در چه سنی رفتن؟ نه چند ساله بودن که به ایران رفتن میدونی؟ سن 15-16 سالگی. خب پس مدت زیادی در ایران هم نبودن، دو سه ساله. خب آیا از نظر زبان فارسی مانند فارسی زبانانند یا عزیزان که از افغانستان آمدن صحبت میکنن؟ نه مثل خیلی لهجه غلیظی ندارن، از اونجایی که از یکی از شهرهای نزدیک مرزی ایران هستن، ولی خب تفاوت لهجه هست، ولی خب هیچ وقت مشکل نبوده برای من. بقیه اعضای خانواده شون در چه حد و سطحی هستند؟ گفتید ایشون چند تا؟ سه تا هستند روی هم فرزند؟ بله سه تا، دو خواهر دارن. دو خواهر دارن. اوکی. بله. روابط شما با اونا چطوره؟ در حد خوب، مشکلی نداریم، خیلی نزدیک آنچنان نیستش که مثلا من با خواهرش تنهایی بیرون برم یا هرچی، ولی مثلا بعضی وقت خواهر کوچیک‌ترش رو میبرم با خودم این ور اون ور. در حد اوکیه. از نظر مذهبی اینا به هم نزدیکی؟ خود پارتنر من خیلی اوتسپوکن نیست. من خب خودم ایتیستم و بعضی وقتا هم زبان خیلی تیزی دارم نسبت به این موضوع. ایشون خانوادهش یه اعتقادات بیسیک رو داره، ولی اون رو در زندگی به صورت لباس و پوشش و اینا نشون نمیده؟ نه به هیچ عنوان اصلا اون مشکلات رو نداریم که بخواهیم گیر بدیم اینجور چیزا. نه اصلا. وقت شبکه دوستان مشترکتون کیا هستن اگر دارید؟
دوستان مشترک آنچنان هم دوستایی داریم که مثلا دوست من بودن، بعد بعضی وقت مثلا با پارتنر دوست من میریم بیرون چهار نفری، یا اینکه مثلا دوستای دختر من هستن که ایشون رو دیدن، حتی یکی دو بار سفر رفتیم. دوستان ایشون، این دوستان از جانب ایشون میان، بعیده از جانب این دوستتون کسی بیاد به عنوان دوست برای شما، برای که با توجه به تیپی که هستند و این جایگاه اجتماعی و روابطی که دارن، آیا با دوستان این... منن؟ آره. دوستان منن، ولی دوستای ایشون من زیاد خوشم نمیاد از دوستاشون. راستش با هم سر این موضوع با هم به مشکل خوردیم و دوستای منم علایقشون مثل من نیست، یعنی من از هر مدل دوست دارم، اینطور نیستش که همشون خیلی توی همین فازایی باشن که من هستم. اوکی. حالا به عنوان آخرین، چون یک دو دقیقه بیشتر وقت نیست، واقعا فکر کنید پرسشتون اگر همچنان هنوز پرسشی مونده چیه؟ چون من نگران مسیر آینده هستم، ولی با توجه به سنتون حساسیت ندارم. تنها چیزی که میتونم توصیه کنم این است که یکی دو سال دیگه هنوز میتونید صبر کنید، صاحب فرزندی هم نشید که خوشبختانه در برنامه‌تون نیست، شاید یکی دو سال دیگه تصمیم بگیرید که کجایید و فاصله و شکاف ها بیشتر شده و این فاصله و شکاف چون هست، این بس ها برگ از اوقات میدونید در زبان انگلیسی یه تعبیری هست opposite attract، ولی ارزمان این هست که اندن اتک، اون آیا اون حمله هم آغاز شده یا نه، اون چیزیست که باید دید. تفاوت ها هست و برای من یه دختری کمی با مرحله آزادی و آزادگی که در شما میبینم و مدتی که در فرانسه بودید یا ایتالیا بودید و یا رشته کارتون، معمولا یه چیزی شما رو باید به ایشون گیر داده باشه، کجا هست رو پیدا نکردم. متوجه شاید دو چیز شدم، یکی مهربونیش، یکی اعتمادی که میتونید بهش بکنید، یا به نوعی کنترلی که در اختیار شماست که نقش مادری داره. خب اگر اینا باشه کمی با گذشت زمان اهمیتش رو از دست میده. اینی که هنوز میتونید یکی دو سالی صبر کنید ببینید کجا ایستادید و مادام که بچه در کار نباشه به هر حال انتخاب راحت تری رو با خاطر آسوده میتونید بگیرید. امیدوارم هرچه صلاحتون هست برای هر دوتون اتفاق بیفته. من نگرانی منم از همین بود آقای دکتر، که چون من از این میترسم که، یعنی چون من به این باور رسیدم، دیدم که تفاوت ها اینقدر زیاده، پیش خودم گفتم که خب الان ادامه دادن این رابطه، یعنی برای خیلی هم شاک بود، چون من به پدر مادرم، اونم به پدر مادرش گفت که مثلا من این تصمیم رو داشتم که بخوام جدا شم، و من از این میترسم که ادامه دادن این رابطه مسئله رو بعد دو سال یا سه سال اگه دوباره به همچین جایی برسه سخت‌تر کنه و من دهتی حتی به ایشون صدمه بزنم، بیشتر ترسم از اینه. حالا اون به هر حال ایشون مسئولیت انتخاب و تصمیمش رو داره، چون اون میتونه کار دست بده، چون دختر خوب مهربونی هستید، اون اینکه ما دیگری رو آزار بدیم تو این گونه موارد جایی نداره. یعنی اگر صلاح ما با هم بودن نیست و در نهایت بردمون آسیب میزنه، اینکه ما حالا بذاره حالت دلسوزی یا دلرحمی داشته باشیم اصلا درست نیست. اینجا جایی نیست که بشه یه نوعی اون رو قابل یه توجیه کرد اصلا. نتیجتا من خیلی خوشحال از اون چه شنیدم نیستم، ولی بیش از این نمیتونم بگم، برای اینکه خیلی جزئیاتی رو در خصوص ایشون مخصوصا در حدی که باید نمیدونم. به همین جهت است که میفهمم تو که چرا تردید پیدا شده، امیدوارم این تردید در مسیری حرکت کنه که درسته، ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خیلی ممنون از وقتتون. خواهش می‌کنم. لطف کردید. شنگرجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.